جاوید حسین فضائلی هستم. در این مجموعه از ویدیوها با آموزش جاوا اسکریپت می‌پردازیم. یکی از سایت‌های خوبی که در رابطه با آموزش جاوا اسکریپت وجود دارد، سایت javascript.info است. The Modern JavaScript Tutorial. این تیوتوریال شامل 3 پارت می‌باشد که ما از پارت 1 شروع می‌کنیم. در این بخش یک معرفی داریم بالای جاوا اسکریپت. جاوا اسکریپت اصلاً چی هست؟ جاوا اسکریپت ساخته شد تا قابلیت‌های بیشتری را به صفحات وب اضافه کند. با پروگرام‌هایی را که ما به این زبان نوشته می‌کنیم، معمولاً به نام اسکریپت از او یاد می‌کنیم. کد جاوا اسکریپت را می‌تونیم مستقیماً داخل صفحه HTML نوشته کنیم و هنگامی که صفحه را لود می‌کنیم، این کد به شکل اتوماتیک خودش اجرا می‌شه. نام ابتدایی جاوا اسکریپت لایو اسکریپت بود. به عین شکل ما ای را به نام دیگه هم میشناسیم که به نام اکما اسکریپت هم مشهور است. یک نکته خیلی مهمی است که دقت داشته باشید که زبان جاوا اسکریپت با جاوا یکی نیست. جاوا یک لسان جدا هست و جاوا اسکریپت یک لسان دیگری هست. امروزه میتونیم جاوا اسکریپت داخل براوزر و حتی در قسمت سرور ساید رن کنیم و حتی هر دیوایسی که از جاوا اسکریپت انجین استفاده میکنه میتونه که جاوا اسکریپت را رن بکنه. بعضی وقتها جاوا اسکریپت داخل براوزرها امبد میشند و ای انجین را ما به نام جاوا اسکریپت ورچوال ماشین میشناسیم. هر کدام از این انجین ها در هر براوزر خاص یک نام مشخصی را دارند. مثلا در براوزر کروم و اپرا نامش V8 است. V8. مثلا در فایرفوکس به نام اسپایدر مانکی یاد میشه، یا مثلا در ورژن های مختلف اینترنت اکسپلورر به نام ترایدنت، چاکرا، چاکرا کور، نایترو یا اسکوئرل فیش در سفری یاد میشه. نحوه کارکرد انجین بسیار ساده است. How do engines work؟ در استپ اول انجین اسکریپت یا کد ما را میخونه، در قدم دوم اسکریپت را کامپایل میکنه و به زبان ماشین تبدیل میکنه و بعد این زبان ماشین با سرعت بسیار بالا اجرا میشه. بیایم در رابطه با یک سری از کارهایی که جاوا اسکریپت این براوزر جاوا اسکریپت میتونه انجام بده صحبت بکنیم. زبان مدرن جاوا اسکریپت یک زبان سیف است و دسترسی به سطح پایین یا لو لول را به مموری یا سی پی یو اجازه نمیده، چون در ابتدا برای براوزرها ساخته شده بود و براوزرها به این سطح دسترسی نیازی ندارند. مثلا اونها یک سری از کارهایی را که جاوا اسکریپت میتونه بر ما انجام بده اینجا لیست کرده. مثلا نمونه ایجاد صفحه HTML جدید، تغییر محتوا یا تغییر استایل، پاسخگو بودن به یوزر اکشن مانند از اینکه بک ماوس را کلیک میکنه یا مثلا پوینتر حرکت میده یا اینکه یک دکمه را پرس میکنه. میتونه کوکی ها را ست بکنه و گت بکنم، ارسال درخواست به سرور از طریق وب. میتونیم از طریق جاوا اسکریپت به وب سرور یک ریکوست روان کنیم و یک صفحه وبی را هم درخواست کنیم. در این قسمت یک سری کارهای را لیست کرده که این براوزر جاوا اسکریپت نمیتونه انجام بده. میشه که این قسمت را خودتان بیشتر مطالعه کنید. خب چرا جاوا اسکریپت؟ چه چیزی جاوا اسکریپت را منحصر به فرد می‌سازه؟ اولی که با HTML یا CSS فول انتگریشن داره و تعامل بسیار راحت داره. کارها را به سادگی میتونه انجام بده و تمامی براوزرهایی را ساپورت میکنن و جاوا اسکریپت در داخل براوزرها بای دیفالت یا به طور پیش‌فرض فعال شده. بنابراین گزینه خوبی است تا بتونیم کدهای خود را در این زبان نوشته کنیم. Language over JavaScript. یک تعداد زبان‌های وجود دارن که بالای JavaScript کار می‌کنن. به این مفهوم که خود از این زبان‌ها JavaScript نیستن، سینتکس متفاوت دارن ولی کد را ترانسپایل می‌کنن به زبان JavaScript. خب چرا باید این کار صورت بگیره؟ ممکن است که سینتکس JavaScript نیازمندی‌های همه را برطرف نکنه. چون نیازمندی‌ها و پروژه‌های مختلفی وجود داره و هر کدام از این پروژه‌ها از پروژه دیگری متفاوت است. و همچنین نیازمندی‌هاش هم متفاوت است. در این قسمت لیستی از این لسان‌ها را بر ما آورده، مثل کافی اسکریپت، تایپ اسکریپت، فلو، دارت یا پاک.
این زبان‌ها زبان‌های متفاوتی هستند و سینتکسش متفاوت است. شما می‌توانید با استفاده از این زبان‌ها کد را نوشته کنید و بعد در هنگام کامپایل کردن این کد اتوماتیک به کد جاوا اسکریپت ترانسپایل می‌شود.